ستاره. خب بچه ها، من از دیشب که عدس، یه ذره عدس پلو و اینا درست کرده بودم، خیلی خوشمزم شده بود و عدس پلو اومدم با کشمش درست کنم، همینطوری خوردم و کشمش اصلا یادم رفت. خورما هم نداشتم. اونایی که میخوان سفارش بدن و بعد به احمد فرستاده بشه، ارسال بشه، بگید خورمان بیاره. اون روز به احمد میگم، احمد یکی از بچه های کامنت داد، گفتش گردو نداری؟ همین الان ارسال شد پیام. خیلی جالب بود، اونو من اسکرین نتونستم بگیرم، خیلی پیامش جالب بود. بعد گفتم حالا میخواید ارسال کنید؟ چی گفتم بهتون؟ اینم ارسال کنید. آره، آها
چیز چی؟ یادم رفت، یادم رفت اصلا چی بود. آها، مرینا امروز میره خونه احمد. به مرینا گفتم من ازت پول نمیگیرم، چون یه هفته است، بعدم جاهای دیگه دانشجوه، از اون برم نمیدونم، حس پول گرفتن ندارم. قبلا هم میگرفتم، ما کسایی که میمدم، ولی این دفعه هستم، شاید به خاطر اینکه انقدر پول به من دادید پولام زیاد شده، احساس پول گرفتن نداشتم ازش. ولی خب اگه خواست هدیه بده هدیهشو میگیرم، ولی باید با اونم صحبت کنم، یکم آلمانیه، من بهش بگم که نری یه دفعه یه چیزی بخری که من خوشم نیاد. خب اینا که خوبه، یه ذره پنیر بذاریم روش. ها، میخواستم عدس پلو با کشمش بخورم و انقدر خوشمزه شد و اینا، یه به این گذاشتم تعدیق بگیره. طبق معمولم یه کوچولو تعدیقه نسوخت، سرخ زیادی شد، من خودم همه رو خوردم. صبح میخواستم اونو بخورم، بعد دیدم که با تخم مرغ بخورم. نونای منو دوست داریم؟ برای این نونه حالت بیسکویت بیشتر داره. احمد آدم شناسه خیلی، میدونستم اصلا مرینا رو ببینه. مرینان تا احمد رو دید از واتساپ که صحبت کردم، گفت آره اصلا انقدر بچه، من یه چیز میخوام بهتون بگم، این حالت هایی که به خصوص یه سر خارجی ها دارم و انقدر راحت خونه هم دیگه میرم. من از تریه، من تو عضو کاش سرفینگ بودم، الان دیگه نیستم، هستم الان ها، ولی الان دیگه اصلا اکتیو نیستم. یه مواقعی هم پیام میاد، این اصلا پاسپورتش هم یادم رفت. ها؟ کاپوچینو رو هم تو لیست بنویسید. کاپوچینو هم تموم شده. یه دختر مکزیکی 18 ساله از مکزیک به آلمان از طریق کاوچ سرفینگ، حالا انگلیسیش میشه کوچ سرفینگ، ما میگیم کاوچ سرفینگ، منو پیدا میکنه و تیپ منو میبینه، پروفایلم میخونه اینا، دیگه میگه که من میخوام بیام. بعد من اون موقع همزمان حمید صادقی هم از یونان اومد آلمان. خب ما مالا یکی از دوست پسرهای ما بود دیگه. به این دختر 18 ساله گفتم داری میای، گفتم یه دفعه چیز نشه دیگه، احساس چیز نکنه که مثلا میداره میاد خونه، یه خونه آدم تنها. بهش گفتم من دوست پسرم هم هست و اشکالی نداره از نظر تو. گفت نه، این اومد، من یه اتاق، دو تا اتاق داشتم، اتاقمو دادم بهش، روتا انقدر راحت، انقدر واسه همینه که همیشه میگم اینجور آدما وقتی شما ترس رو، اصلا ترس رو نشناسه، یکی ترس از مرد رو نشناسه، ترس از غریبه رو نشناسه، اتفاق هم براش نمیفته. قانون جذب، شما اون چیزی که فکر میکنید رو جذب میکنید. هی میگید
این مرده نکنه یه بلای سر من بیاره، نکنه من برم اونجا این چیز بشه، نکنه نکنه. خب من اتفاقا میفته برات، نکنه دوست پسر من با یکی دیگه بره دوست بشه، نکنه فلان، همون اتفاقا براتون میفته. بشه بره. انقدر واقعا این مرینا راحت اصلا اومد و بعد راحت رفت رقصید جلوی دوربین و آهنگ آلمانیه، آهنگ ایرانیه، این رقصش آلمانی ایرانی، انقدر خوشم اومد. یه بار نرفت جلوی آینه، یه بار نرفت که بابا من مثلا برم لباسم عوض کنم، همون لباسی که نشسته بود بلند شد رقصید. تفاوت، این تفاوت ها رو ببینیم و از اون یاد بگیریم. خونه که میری نکنه فلان کنه، نکنه چشم به من داشته باشه، نکنه. الان میره خونه احمد، امکان این که اصلا بخواد خونه احمدم بمونه هست؟ بمونه. الان بلند شدم من احساس کردم تمام، من اصلا کلید ندارم آخه تو خونه. چیه؟ هسته کلید ندارم خونه دیگه، پولم اونجا بود. یه لحظه این چیزا رو نگاه کردم، گفتم حالا مثلا فقط از این جعبه ای که بود یکم عقب تر گذاشته. چمدونشو گفتم بابا اینا چه نیازی داره آخه، مثلا بخواد بیاد 50 یورو 100 یورو یا حالا 200 یورو مثلا برداره. چه خوشمزه شون. حالا ببینم ملینا خانواده نداره؟ چرا داره دیگه، برای یه پرکتیکوم اومده یه شهر. من یه دختر دیگم بود به اسم نادیا، البته ایتالیایی بود، اسمش ایرانی، اونا هم نادیا هم دارم بسیم. نادیا البته خیلی از شکش برادارم. بعد انقدر من از این دختر خوشم اومده بود، خوشم اومده بود. اینم 3 ماه آلمان هامبورگ اومده بود از یه شهری تریانت، بریانت، یه تریانت، یه تریمیری داشت تو ایتالیا. بعد انقدر من از این دختر خوشم، من از این دختر پول نگرفتم، ولی خودش بعدا دوچرخش رو به من داد. یه بارم گفت رستوران دعوت میکنم که بعد بردمش رستوران. گفتم حالا که بابا ما رستوران آلمانی بچه ببری تو اروپا است، بیا ببرم تو رستوران ایرانی، خب اونجا منو دعوت کن. رستوران ایرانی براش دوغ جالب بود، این اتمسفر سماور، نمیدونم فرش این چنینی چی باله چی تو شک نمیدونم اینا. و بعد غذاهایی که دادم خیلی جالب بود براش. منتها یه ساعتی بردمش که قیمت نصف میشد دیگه. گفتم حالا داره ما رو دعوت میکنه، بذارش اینا. حالا چند مدتی که اینجا مونده بود، ولی انقدر این نادیا خوشم میمد، زرنگ، بعد همه جای هامبورگ رو با دوچرخه میرم. ساده بعد اومده بود، من اینو با راننده ها شناش کرده بودم، با اونا میرفتیم. یکی از دوستای ایرانی من وقتی دیدش کسی با این دختر چقدر پاکه، چقدر اصلا من هر کاری میخوام براش بکنم. بودم خب بکن بر نادیا، بودم هر کاری دوست داری بکن. واقعا هم دختر خیلیه. یکی دیگه بود کاترینا از سن پترزبورگ روسیه اومده بود.
اون ولی 150 یورو به من هدیه داد. با وجود اینکه من بردمش خونه احمد مونده، گفت نه من میخوام به سیگار برم، من اینو میخوام به هم. گفتم بده. یه بارم منو ندید. انقدر احمد دوستش داشت، کاترینا رو، دانشجوی پزشکی زحمت کش، اونم یه هفته اومده بود. اون موقع تو اون خونه قبلیم گفتم احمد این دختر بیاد اونجاست، فکر میکنم بهتره، چون خونه تو خیلی آرامشش بیشتر، خونه من این میره اون میاد، این میره اون میاد. خب البته اینا صبح میرن شب میان، ولی انقدر راحت، انقدر با آدم ها میرن تو دل مردم، تو دل مردم. یه پسر ایرانی اومده بود از طریق کوچ‌سرفینگ با مامان آشنا شده بود. اینا برای یه سمینار از شیراز دعوت، بچه های دانشجوی شیراز بود. پسره گفت من میام خونه. دختره گفت نه من رفتم دختره رو دیدم، نه من اعتماد نمی کنم، من میترسم، نه من نمیدونم، نه رفت. گفتم با ولش کن، ولش کن، اعتماد نکنم، ولش کن، رو همجور دوست داره بره. پسر اسمش چی بود؟ صداش هم اینقدر خوب بود. کلی با هم دو چرخ سواری کردیم، از اونم پول نگرفت. ولی چی کار کرد برای من؟ یه کار خوبی کرد. بردمش باغ، یه دوستم باغ داشت رو آناتولی، یه دوست روسم بود، گفتم برو تو باغ، یه ذره سیب زمینی چیدیم، سبزی چیدیم، گفتم همین سیب زمینی ها رو بیا بخوریم، بذاریم بخوریم. یه سری چیزایی هم که تو خونه داشتم گفتم اینا رو ببر ایران تو چمدونت بذار. اون دختره که ترسیده بود بیاد، نه یا سوخی ها، اون دختره حالا بسیب بخوریم خیال شد، دختره که ترسیده بود میاد یه بلیت، یه دونه هتل ارزون قیمت پیدا کنه، اصلا هتل که نم مسافر کنه، نمیدونست هامبورگ رو نمیشناخت دیگه. بعد یک هتل دور افتاده ای که فقط یک ساعت این باید اتوبوس سوار میشد، 40 یورو برای هتل داد، هتل که نم مسافر خونه. بعدش 5-6 یورو برای بلیتش داد که برای اینکه از اونجا بره، برای قضا و نمیدونم تو این مدتی هم که بمونه. بعد تو هتل چیکار کنی؟ قوقلی قوقو باید در دیوار رو نگاه کنی. این پسر اسمش چی بود یادم، امروز همه چی یادم. مختار، مختاری چی؟ ما جریه مال که حالا خیاره هم بیان بخوریم چشمک میزنه. من حد دختر خونده خودم که 5-6 سالش بود بودم همه جا برو، همه جا، هر جایی دوست داری برو، هیچ اتفاق برات نمیفته. من اینطورم بود، بچه رو نترسونی. ای وای پسر بچه هست، ای وای دختر بچه. خوب یا پسر بچه هست یا دختر بچه هست دیگه. نمیدونی چه اتفاقاتی در این جامعه میفته؟ حالا از 100,000 نفر یه نفر یه اتفاقی میفته.
مردم این دور زمونه خیلی بد شدن، نمیدونی تو با جمع کن. من نامادری بودم، بچه هایی که مادر داشتن، کاش مامان من مثل نامادری تو بود. پنج سال شیش سالش بود که بودم با مینیبوس بریم، سوار مینیبوس میشیم میدون آریا شهر پیاده میشی، بعد برمیگه هیچ اتفاقی هم برات نمیافته و نیافتادم. یه بار توی قطار بودیم، من و جمال، جمالم همیشه به حرف من گوش میداد. بعد از یه نیم ساعت یه ساعتی گفتیم بابا این فاطمه کجاست؟ نیستش تو این قطار، کجا رفته؟ یه ساعت نیست. پاشدیم من و جمال بریم کوپا رو بگردیم ببینیم این دختر کجا رفته. میدونم که از عهده خودش برمیادم، دختر 5-6 ساله، خوشگل، خوش زبون، بلبل زبون. هی رفتیم این کوپه، رد شدیم. یه ذره نگرانی نداشتیم. گفتم اگه دختر منه، من میدونم کجاست، چیکار کنم. چند کوپه رفته بودیم، یه دفعه دیدیم تو یه کوپه، نگاه کردم گفتم جمال صداش میاد، رفتیم جلو دیدیم تو یه کوپه 5-6 تا سرباز اینو نشوندن بالای این چیزه، اینجایی که مال کوپه هست، اینجوری وقتی میخوایی مثلا غذا بخوری چی چون مهم کلپش رو باز میکنی که مثلا اینجوری یه چیز بذاری روش، اونو باز کردن اینجوری، اینو نشوندن اونجا. من یه ذره با جمال گفتم یه ذره گوش بده ببینه چی بده. مامان من دانشجوی پزشکیه، اونجا درس میخونه، بابای من انتشارات داره، با اینجوری من میرم، من خودم سوار هواپیما شدم تنها. اوی داستان یک چیزایی میگفت، اینا همه ای سوال میگم، باشون دوست شده بود. رفتیم تو بلبل زبون، چند تا دوست پیدا کردی؟ 6-7 دوست سرباز پیدا کردی. حالا میخوای بیای با ما بریم کوپمون؟ مشهدم که میمد پیش من، میرفتم کلاس، گفتم برو 2 ساعت من کلاس دارم، برو بگم با باغبونه دوست شو، با بچه ها پسرهای دانشجو برده بودنش کافتریا، پذیرایی کرده بودن ازش، چی چی چی. گفت همیشه هم خاطرات خوب داشت. گفتم خاطرات خوب همه، اصلا دنیا برای تو خوبه، برای شما بدی وجود نداره. میگفتن چه خوبه ما نامادری داریم، مادرها همه آدم رو خفه میکنن. البته خواهر منم با بچهش اینجوری بود، خواهر دوم ما، یعنی خواهرم بعد از من، دختر دومی خونه.
خوشمزه بود بهار، یکی دیگه هم میخوریم ببینیم. آلاتورا رایس وافل بری بود. و اما بله، وقتی ما هستیم که ترس رو القا میکنیم، وگرنه بچه کوچولو تارزان رو دیدید؟ بچه کوچولو اصلا حشره از حشره هم نمیترسه، از هیچی اکراهی نداره، هیچی رو زشت نمیدونه، هیچی رو کثیف نمیدونه. نخور گزیده، نخور میکروبه، نخور میمیری، نخور نرو بیرون سرده. بابا خوش میفهمه سرده سرده. سرما میخوری؟ غذا نخوردی؟ نهار نخوردی؟ واسه همین بچه ها همیشه دوست داشتم پیش من بیان، چون هر غلطی میخواستم میکردم ازم بکنید. دولت آلمان هم شاید نه اگه این چیزای من رو ببینه در رابطه با بچه ها نمیذاره ها، بچه ها رو از من میگیره، بهتر بگیره. ما حوصله اینو نداریم که مسئولیت این کارو بکن اون کارو بکن، باید برای بچه این کار. برو بابا جمع کن مال خودتو، مال خودتو. او چقدر زیاد شد. آموزش ببین، اینجوری کن اونجوری کن اونجوری کن. ببرش ترکیب خوبی شد، خیار پنیر با این شیرینی شکل. واو واس ایس لوس خب مزاحم و خفه خون خفش کردیم. خب و اما بگلی 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 خیلی خوشمزه. مریض میشی؟ پروفسورا شروع میکنم تربیت. نرو میگیرنه. یه بچه بود، او میکروبه، آهای باباش میخواست پدر منو تربیت. دخترش و تینا رو بردم، الان تینا کجاست؟ بزرگ شده، جریان مال کیه؟ حالا شاید منو ببینه بگه یادش بیاد. گفتم بیان تو رو ببرم ات مدرسه. آش میمونم کوچه دست منو نمیگیری؟ گفتم چه دست تو بگیرم؟ برای چی؟ 6 سالته، دختر 5 ساله من تنها میرم تو ایران، تنها میذاشم میرم، تو رو دست تو رو بگیرم؟ برای چی دست تو رو بگیرم؟ بابا و مامانم گفتن دوز میگیره. گفتم دوز چیه؟ گفت نمیدونم، دوز چیز کسی که میاد منو میگیره. گفتم منم دست تو رو بگیرم دوز دارم؟ گفتم دوز چی هستم؟ دوز چیه؟ تو به من دوز رو نشون بده. گفتم همه دوست تو هم. همه تو رو دوست دارم. هر کی میاد دوست دست تو رو بگیره مثل من دست تو بگیره.
همون موقع دیدم که همسایه همکلاسیش داره میاد، مادرشم هست. این همکلاسی منه، همکلاسی که الان مهد کودک میرفت یا نمیدونم چی میرفت، فکر کنم مهد کودک. گفتم که اونم میرم از سه تو همون مهد کودک هم همون جایی که. گفت آره. گفتم خب میخوای با هم بری؟ برو با اون داره. گفت با اونا برم. گفتم آره، مگه نمیگی بیا اینم؟ گفتم خانم نمیبری؟ گفت آره اینجاست دیگه. گفتم ببرش، برو 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 تینا با بخواهر من باشی که باید تنها بری، ولی خب آده باید برو. چشمتون روز بد نبینه. برگشتم انقدر از بابایم، ما هم بابایم کل با هم دعوا کرد. زنش منو دوست داشت، ولی خب میدید بچه هاشو زنش منو خیلی دوست دارن. چقدر ازش بدم میمد، وای وای وای، چه ما با هم دیگه دعوا کرده بودم. رسیدم کنم گفت چه زیبا زود برگشتی. گفتم خب اینجوری دادم این بود. دختر منو دادو دستیم منو. گفتم دختر برم بردم بایش. مرغ از قفس پرید. ما دست غریبانه میدیم اوووی. اون گفتم هر چقدر میخواید داد بزن داد بزن رفت. یه بار دیگم همین تینا رو برده بودم با خودم کنار دریا. وای گفت کفش نمیخوام بپوشم. گفتم نپوش نپوش. گفت کفش نمیپوشم تو خیابون. آخه یه سری جه کفش نمیپوشن توی مثلا هوا گرم میشه، دوست دارن پاهاشون به شن بخوره به زمین بخوره. گفتم نپوش در بیار بذار تو کوله پشتی. پیاماتون رو بیام یه ذره ببینم. زیبا موهاتو مرتب کن. باش چجوری مرتب کنم؟ از همون در اومدم. میخوای یه ذره آب بزنم؟ بیار یه ذره آب بزنم بهش. همه چی آرومه. خوب شد. از همون که میام بیرون تا دو سه ساعته چیزه موها میره، میره بالا. خب مرتب شد دیگه. بیا اینم یه ذره کاکل سشی کاکل بکالی. خب واقعا عقل نداری. خوبه باشه شما عقل، من بی عقل. ما خوشحالیم به عقل نداریم. مثلا یه بار دیگه هم که، یه بار که نه صد بار، بچه ها خیلی خاطرات با من دارن. که حرف پیشتون شدم برای موهام. آره پیران من رو تو گرفتی. خب یه رنگ دیگه شم بگیر دیگه. یه رنگ دیگه شم بفرست حالا که گرفتی. صوفیانم نمی بندم. برای هزارمین بار هر وقت شاید یه موقع دلم خواست میبندم، نه به خاطر حرفه زرزر تو. احمد خونه شد. دوستم داری. مرسی، مرسی از قلبات. زیبای گدا باشه. هدایایی که به من میدی یا اون چیزایی که به من میدی رو استوری کن. ممنونی. اونی که میگی ما هستیم صد برابرش.
کمیته امدادم بخواد به ما هدیه بده میپذیریم. هر کسی میپذیریم. خب بریم حالا چلو یه ذره دیگه بخورم. عاشق خوردنتم. منم عاشق خوردنم خودمم. خیلی از بچه ها خیلی ها رویا دیروز گفتش که زیبا اجازه دارم برات یه سری هدایای دیگه بفرستم. گفتم آره بفرست. یکی از دلایلی که گفتم بفرست گفتم ولی چون میدونم گفت هدایاتو بفرستی کلی میان توی دایرکت توی تلگرامت اینا فوش میدم بهت. گفت دیگه اثر نداره. گفت قبلا هی میمد گفت چرا آخه به من میگن به افغان بودنم فوش میدن به قیافم به زبانم به لهجم به نمیدونم صدها حرف میزنم بهش. الان میگه میخندم الان میخندم. گفتم ببین چجوری میتونستی به یه مرحله برسی که این همه آدم زرزر بکنه و تو یه ذره تو اشتهاد تاثیر نذاره که هیچ اشتهادم بیشتر کنه. ریپورتشون هم نکنیم فرصت هم بهشون بدیم پیج فیک هم برات بسازم. وای بچه‌ها یه چیز بامزه بگم. این پیج فیکی که به اسم زیبا ناوک میره عکسای منو میذاره عین جملات منم تو پروفایل میزنه یه تفاوت کوچیکی داره آیدیش و فلان و اینا بعد خب منتها شماره منو نمیتونه بذاره دیگه چون شماره بچه هم که دقت نمیکنه میره به اینا میگه سلام عزیزم چطوری؟ حالا ما هیچ وقت به کسی نمیگیم سلام عزیزم سلام احوال پرسی نانم جانم چطوری من این گروه چطور بوده فلان بوده اصلا هم حرف بد نمیزنه یه سری حرف ها میزنه سوال میکنم. دیروز پریروز یکی از بچه ها نوشت که زیبا من وای وای چرا انقدر احمق بودم نفهمیدم منو تخلیه اطلاعاتی کرد. گفتم برای من بفرست ببینم چیکار کرده چه دیدم کلی سوالای مختلف جنسی از این کرده از این فلان. بعد اینم جالب یه دختری بود که وای زیبا من دیشب خواب تو دیدم چه جالب به من پیام دادی اینقدر خندم گرفت. گفتم خیر پیج فیکم پیج فیکم خیرش به ما رسید من که نبودم اون طرف اومده. دیشب زیبا خواب تو دیدم چه جالب اومدی آقایی هی سوال کرده این گفته هی سوال کرده اسکرینا رو که فرستاد دیدم یه تراپی کرده دیگه. گفتم بچه اینم از فواید پیج فیک. بگو زیبا من چرا نفهمیدم تخلیه اطلاعات شدم. گفتم حالا شدی که شدی حالا چیکار کردی؟ گفتی با این خوابیدم با اون خوابیدم با این سکس کردم اینجوری کردم چون چه تخلیه اطلاعاتی. خوب شد اتفاقا خوب شد. پس به نفع منم کار کرد. خوابم دیده بود خیلی بامزه است. شما فکر کرده هی ان میکنید نه اشتها هم به هم میخوره اصلا. ما موقعی که دوره دانشجویی بودیم این بر استفراغ این بر خون این بر یه دفعه آب سر باز میکردی بوی برچرک بلا اینا هم میذاشون
دستام نمیشستیم این برمیارم از آن بخوردیم. چی میگیم؟ روزای حالا دو تا ایموجی مثلا ان و فلان و اینجوری یا کلمه ان رو میفرسته فکر کردی حالا ما مثلا میگیم وای به من اینو گفت ان بخور. همه چی آلومه من تو رو میمدندم، همه چی آلومه دم دارم دیم دم دم. بگو ولی وقتی میخوای اینا رو بنویسی خیلی عصبانی نشو، تو هم خودت یه آبی یه چیزی صبحانه بذار، بعد با آرامش پوش بده، لذتی هم که برده در سبی نشد و بهت احتیاج داره. ایش برا خودش بینید یو میگه که همه ثروت رو گذاشتی نمیدونم بردارم. من ثروتی نداشتم، من چه ثروتی داشتم؟ من همیشه بزرگترین ثروت خودم بودم و لذت من، لحظه من، ساعت من، این لحظه ای که میخوام اینو بخورم بزرگترین ثروت من، لذت ببرم از فلان جا، فلان زمین، فلان طلا به اسمت زیبا. آخه بابا از اسم ما چیه که به اسم ما حالا چیزی هم باشه؟ همه ثروت تو گذاشت و خواهر برادرات بخورن. خوردید؟ لذت بردید؟ چه خوب، نوش جانتون. بابا، ماما، خوردید؟ لذت بردی؟ آروم شدی؟ میشه جانه منم میخوام شما لذت ببرید، مثل من لذت ببرید، مثل من مریض نشید، مثل من این که من مریض نیه یه بار بگم وای مریض شدم، فشار دارم، قلبم اینه، باید شده بلوش. بلو هم که میاد میگیم خوش آمدی، خوش آمدی. خیلی بدبختی هستی که آبستن هزاران خوشبختی هستی. خوب بود، عالی بود، بسیار این بودا، اصلا فکرشو نمی کردم چقدر عالی. چون گفتم نون کنه که بروتو رو باز کنم، گفتم اونو بلش کنم، احتمالا احمد میخواد نون پل چیز میز بده به چیز بیاره. خیلی بامزه بود. احمد پرسید که بیا ناهار اینجا، دیروز به ملینا گفت، ملینا گفت من، احمد گفت من نهار درست میکنم، نهارم احمد همیشه با گوشت و اینجور چیزا درست میکنم. یه دفعه گفت من ویژیتریان هستم، ویژیتریان، ویژیتاری شالا ما میگیم، گیاخار هستم. گفت احمد گفت وای پس من چی بپزم؟ این هم تو مونده بود، گفتم بادمجون دوست دارم. گفت بادمجون دوست دارم، بادمجون خیلی دوست دارم. گفتم احمد براش بادمجون درست کن. گفت باشه. بعد گفتش من با برنج میخوری یا با نون و اینا؟ بعد اینجور که با برنج، با برنج. حالا آلینا رو فارسی هم میگفت، کلمه ها رو بلد فارسی. گفت برنج دوست داره. گفتم اوکی. هم.
خب یواش یواش این همه پول بیخیال شدی، اصلا من نمیدونم چقدر پول داشتم، چقدر بیخیال شدم. مثلا از اون موقعی که تو ایران هم بودم بهش فکر نمیکردم. بابا مثلا گفت یه بار مگو نمیدونی چه ثروتی به نامته، نمیدونی در شمال چه کارا کردم، نمیدونی برو بابا تپرو تپر. اصلا ندیدم چی بود، قیمتش چی بود، کجا بود. خوش باشی خوش باشی، مثل کسایی که عرض دارن نمیدونم میشینم عرض بالا رفت، دلار بالا رفت، حالا هزار دلار مثلا چیز کمد داره، هزار دلار من چقدر شد؟ چه مثلا 30 میلیون شد. الان وای یه عرض مطمئن هزار دلار من شد 28 میلیون. وای بالا رفت هزار دلار من شد. آقا شما نشستی تو هپرود، اون اونجا هزار دلار توست تو کموده، اون طلا رو گذاشتی، سکه رو گذاشتی تو کموده، مثل این جریان مهریه ها دیگه. کی مهریه رو داده، کی مهریه رو گرفته؟ تا اومدید به واقعیت به واقعیش تبدیل کنید، طرف یا رفت زندان یا فهمید ای این تو به مهریه، اون تو مهریه نیست. شما یه سری چیزا نگه داشتی بابا، به جریان بنداز. ببین من معلو هیچی ندارم، من ایران که پول داشتم بچه ها گفتم وای زیبا، دلار میره بالا پایین میره، پول ارزشش میگم ویلکوم بابا چی مثلا 40 میلیون شد 20 میلیون، 100 میلیون شد 50 میلیون، ویلکوم اول من اونجا دارم دیگه، همون 50 میلیون هم 20 میلیون رو ببینم به یه چیز مثبت میتونم تبدیلش کنم. خانه از پای بست ویران است، خواجه در فکر رنگ دیوار است. میخوای مثلا فرض کن بابا برای من چی گذاشتی، این همه پول گذاشتی، چرا به من اینو ندادی؟ چرا نداد؟ ولش کن بذار بره با کیف کنه دیگه، حالا ولش کنه. اگه خیلی چیزی میخواست بده به من خودشو میداد، من خودشو میخواستم، نداد. ارزانی مامانم، ارزانی خواهرام، ارزانی خودش، هر کس رفت خوش رفت، اون رفت این خیال که هست ما با این خیال خوش میگذرم، با این سیب. با هزاران نشانه های حیات در این جهان این هم باقی مونده یه عدس پلوه. بچه ها میدونی چی زدم؟ چی زدم بچه ها؟ وای چی زدم؟ وای به این عدس پلو؟ بهتون نشون بدم بچه ها چی زده بودم؟ میخک، البته مال 80 سال پیش بود. میخک رو فوزیه که اومده بود اینو گفتم وای بوشو ببینید شما بو کنید میخک رو پوچ کردم بعد تو برنج زدم. وای
این دختر کمک گفت نلکن نلکن، گفت دلکن، نلکن یعنی میخواد شکم ما رو اسکرین بگیرید. ستارشو آره اومد گفت نلکن میخک، بوی میخک میاد، گفتم تو برنج میخک زدم. ستاره زیوگاره هر کی مثل تو باشه سرش بالای داره. میخک بویاره دندون پزشکی میده. هاشو چیز کنم وقتی تو رفتی عدس نفس من جوونه عدس راه گریز است نفس نداشتی برگ تو جوونه بزنه برگ ریزی تو سالا آغاز ما بود آغاز خطه بریم دیگه بچه باید بعد از اون میاد رفته پیش احمد، میره پیش احمد شب میاد کار میکنه، کار میکنه. صبح ساعت 8 رفته بود، من اینجا خوابیده بودم اونجا اتاق تختم رو دادم بهش. مثل پوست راز پوست خوب راز نداریه، راز ها را آرزی. بای 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 ظلمت بلمت رفت. بای بای سحر آمد گل برگ گل فرو ریخت حالا اگه رفت